فرد‌های ارزنده مهنتی استقبال می‌گیرد. سال روان در پرتو سال معرفت حقوقی، محتوای مقررات سندهای معیاری حقوقی که در کشور عمل می‌کنند، بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سه ترغیب می‌گردد. اطمینان است که تقویت معرفت حقوقی جهت تحکیم وحدت ملی مساعدت خواهد نمود. پیشوای ملت به مورد ذکر نمودند. ما تاجیکان تاریخاً ملت فرهنگی و خلق صلح پرور و صلح آور هستیم. امروزها تجربه صلح تاجیکان از جانب جامعه جهانی چون پدیده نادر فرهنگ صلح آفری پذیرفته شده، جهانیان تشبث‌های تاجیکستان را دایر به حل مسائل مهم منطقه و جهان استقبال می نمایند. مورد ذکر است که تاجیکستان دوام سالهای صاحب دولتی در سمت بنیاد دولتی دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیاوی یگانه و اجتماعی به موفقیت های نظر است نویل گردیده، سالهای آخر مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون استحصالی و اجتماعی وسعت تازه کسب نموده است. رئیس شهر پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده مردم سربلند پنجاکنت باستانی را از نام مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر پنجاکنت تبریک نموده قید کرد که محض در این سنه یعنی 27 ایونی سال 1997 با تلاش های فرزند فرزانه ملت پیشرو معظم ملت محترم امام علی رحمان استقرار صلح و رضایت ملی در کشور به دست آمد که از مهمترین رویداد تاریخی به شمار می رود. از همین جاست که صلح و وحدت ملی در برابر استقلال دولتی نعمت بی‌بها و مقدس و ارزشمند دانسته می شود. محض با شرافت پایداری صلح و وحدت در جامعه هویت و اصالت ملی، اندیشه ملی و خودآگاهی و خودشناسی ملی پابرجا گردیده، افتخار ملی هر یک فرد جامعه بیش از پیش احساس می شود. قابل ذکر است که کنسپسی صلح آفری و به دست آوردن وحدت ملی تاجیکان را جامعه جهانی به صفت نمونه نادر صلح پروری و دولت سالاری پذیرفته است. تجربه به دست آوردن صلح میان تاجیکان نه تنها اهمیت ملی بلکه بین المللی دارد. زیرا چونین روند به صفت مثال بی‌نظیر برای حل و فصل مشکلات صلح و وحدت ملی ممالک منطقه های گوناگون مساعدت کرده می تواند. مرحله های مهم تجربه سیاست صلح جویانه پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جاده تامین صلح و وحدت ملی در مورد به وطن برگردانیدن شماره زیاد گریزه ها، اینچنین تشکیل همگرایی اجتماعی آنها از طرف تشکیلات و سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی واقع بینانه ارزیابی شده، همچون نمونه نادر صلح آفری اعتراف گردیده است. به شرافت امضای سازشنامه تاریخی در جمهوری تاجیکستان، مرحله نو رشد اقتصادی و اجتماعی و احیای فرهنگ ملی آغاز شد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام تبریکیشان به مناسبت روز وحدت ملی تاکید نمودند. ما وحدت ملی را در برابر استقلال دولتی یک رکن مهم دولتداری و شرط اصلی پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان می دانیم و برای تقویت، تحکیم، استواری و تکامل منبعی آن با دستگیری مردم سربلندمان همه تدبیرهای ضروری را می اندیشیم. برنامه جالب فرهنگی که وحدت ملی، صلح و صلاح و آبادی و آسودگی وطن عزیزمان را تجسم می نمود، انجام بخش جمع آمدی تنتنوی بود. گزارش صبرین اکرم و خیام جورایف، شاه حسین صالحف، شهباز قربانف و زرخونی نعمت‌الله. در روزهای تجلیل 27 سالگرد روز وحدت ملی در شهر باستانی پنجاکنت در دایره آمادگی ها به جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات نو به فعالیت آغاز نمودند. رئیس شهر پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت،
مدیر شعبه صنعت و انرژیتیکای ولایت عزیف خان شریف زاده نخست در مرکزی خدمت رسانی بیش از 7 شناوری زمانوی را برای بانوان مورد استفاده قرار دادند. رئیس شهری پنجاکنت و نماینده مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت سوخت با انشاءات نو شناس گردیده با اقدام سازنده روسلان صالحوف بهای بلند داده همزمان از دیگر صاحب کاران دعوت شد که آنها باید با بنیاد انشاءات گوناگون در آباد و زیبا ساختن شهر و دهات پنجاکنت تأسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم سهم ارزنده گذارند. رئیس شهر پنجاکنت عبدالخالق خالق‌زاده تاکید نمود که سالهای آخر مرکز خدمت رسانی و دلخوشی بهشهزار برای ساکنان و مهمانان شهر باستانی پنجاکنت و سیاحان از کشورهای گوناگون شرایطهای مساعد زمانوی را فراهم آورده است. با اشتراک رئیس شهر پنجاکنت و نماینده مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت سوخت در شهر پنجاکنت باز یک انشاءات نو مؤسسه دولتی مرکز دندان پزشکی در نزد بیمارخانه مرکزی شهر به فعالیت آغاز نمود. اطلاع داده شد که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکنت مؤسسه در مدت کوتاه بنیاد گردیده آن از 12 حجره کاری طبابتی، 3 حجره دندانسازی، حجره جراحی عبارت بوده 47 نفر طبیبان و کارمندان میانه طب با کار تامین گردیدند. رئیس شهر پنجاکنت و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با هیئت رهبری، طبیبان، کارمندان مندان این مؤسسه یک صحبت صمیمانه انجام داده آنها را با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. در عرفه تجلیل جشن وحدت ملی رئیس شهر پنجاکنت عبدالخالق خالق‌زاده با همراهی نماینده مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت سوخت عزیف خان شریف‌زاده به قسم‌های حربی شهر پنجاکنت تشریف آورده هیئت شخصی افسران و سربازان این قسم‌های نظامی را با روز وحدت ملی تبریک نمودند. در سخنرانی های تبریکاتی تاکید کردید که در این سنه سرنوشت ساز خیرد اجدادی ملت تاجیک پیروز شد و سند مهم و تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسیده به خاتمه جنگ دهشتبار تحمیلی شهروندی و همدیگر فهمی و وحدت مردم کشور زمینه استوار گذاشته شد. سازشنامه صلح و وحدت ملی برای خلق تاجیکستان پیک شادی، پیام آرامی و نامه اقبال و سعادت گردید. باید گفت که ما به این روز مبارک با سعی و تلاش زیاد و در نتیجه مذاکرات طولانی میسر گردیدیم. با شرافت راه اندازی گردیدن روند وحدت ملی و صلح و ثبات، حکومت مملکت با دستگیری مردم شریف کشور با برطرف نمودن دشواری و مشکلات زیاد جامعه و دولت در نوبت اول برقرار سازی بعد جنگی آغاز نمود. با گذشت وقت زخم‌های جنگ تدریجاً شفا یافتند، خرابی‌های جنگ آباد گردیدند، اما مردم ما هنوز سبق‌های تلخ و دهشت و فاجعه جنگ را که در نتیجه آن صدها هزار کشته و میلیون‌ها نفر دیگر آوارا و بی‌خانمان شدند، فراموش نکردند. همچنین در قسم‌های نظامی دستورخوان ادانه آراسته شد. طوری و قبلن اطلاع داده بودیم سنه‌های از 20 تا 23 ماه ایونی سال روان در قلمرو جماعت‌های دیهات شینگ، ورو، رودکی و دیگر موضع‌ها بر اثر بارون‌های شدید و سیل کلان با انشاءات مهم خواجگی خلق حولی زمین‌های شهروندان زیان‌های کلان رسید. رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده با مقصد برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی با یک هیئت نمایندگان دستگاه رئیس شهر
راهبران واحدهای ساختاری و دیگر مسئولین از موضعهای افدیده جماعتهای دیهات شینگ، ورو و رودکی دیدن نمود. در جماعت دیهات رودکی نیز رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با آن موضعهایی که در نتیجه سیلبارانها خراب شده بودند دیدن کرد. برای شهر اطلاع دادند که امسال زیانهای آفت طبیعی خیلی زیاد است. از جمله در سربند کانال کلانترین شهر پنجکین کانال مرغیدر خرابی ها بیشتر به مشاهده رسیدند. رئیس شهر در همون لحظه ها به راهبران دختار دستور داد که با استفاده از همه گونه واسطه های تکنیکی برای برقرار سازی عاقبت های آفت طبیعی در دیخه ها و موضع های آفت رسیده جماعت دیهات رودکی چاره های فوری اندیشند. همین طور از طرف مسئولین و دیگر راهبرانی که برای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در جماعت های بلوزیق مسئول بودند کارهای مشخص انجام داده شدند. راه ها سر وقت کشاده شدند برای مردمی که در حالت خیلی ناگوار قرار داشتند. یاری اولین رسانیده شد. از طرف شعبه حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سوخت در شهر پنجکین برای هرچی زودتر برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی پیشگیری از همه گونه حادثه های غیر چشم داشت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نیز گذرانیده شد. در جریان بازدید از جماعت دیهات رودکی رئیس شهر در نزد مسئولین وظیفه گذاشت که باید کلانترین کانال آبیاری کانال مرغیدر که برای آبیاری بیش از 5000 گکتار که سر و باغات پیش بینی شده است در نوبت اول از همه گونه پرتوها، لایقه، سنگ و شغلی که سیل آورده است تازه کرده شود. با این مقصد ده ها عدد تکنیکه های مقتدر جدا کرده شد و خوشبختانه از طرف مسئولین برای به این کانال جاری نمودن آب پالیزی تدبیرهای مشخص عملی کردید. طوری در بالا اشاره گردید یکی از موضعهایی که سال روان بر اثر آفتهای طبیعی به خرابی ها روبرو گردید دیهه های الوهیده و انشاءات جماعت دیهاتی شینگ بودند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی مسئولین بارها از جماعت های دیهاتی که به آفت طبیعی گرفتار شدند سفرهای کاری انجام داد. در جماعت دیهات شینگ رئیس شهر پیش از همه به مسئله برقرار ساختن راهها از موضع دوبه تا موضع استراحتی هفتگل و دیهه غیجدروه که چند روز در محاصره قرار داشتند مسئولین را وظیفه دار کرد و اظهار نمود که این جماعت یک جماعت سیاحی می باشد. همه روزه 100 نفر مهمانان سیاحان داخلی و خارجی به موضع زیما منظر هفتگل می آیند و باید هر یک راهبر احساس نماید که این راه ها و پول ها و موضع های خراب گردیده سر وقت برقرار کرده شوند. همینطور در مدت خیلی کوتاه همه راه و پول ها جماعت دیهات شینگ برقرار کرده شد و با سفارش بی‌واسطه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نابسته از مرکبی موقع جاگیرشوی دیهه غیجدروه اینجا کارهای زیادی انجام یافتند و راه این دیهه نیز کشاده شد. عین زمان با سفارش بی‌واسطه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای برقرار کردن قطعه‌های ضرر دیده راه دیهه غیجدروه کارهای زیادی عملی می شوند و تاکید شد که روزهای نزدیک راه این دیهه پورا کشاده خواهد شد.
در نتیجه بارانهای شدید و آمدنی سیلی کلونی خرابی آور در جماعت دهات شینگ براه و پولها، انشاءات گوناگون، منزل و زمینهای شهروندان ضرری کلون رسانید. از روی نقل ساکنان جماعت چونین سیلی کلون باری اول آمد و خوشبختانه به جان شهروندان آسیب نرسانیده است. با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های خرابی آور این آفت طبیعی، رئیس شهر پنجکند با همراهی رهبران واحدهای ساختاری دخلدار، وکیلان ولایتی و شهری از جماعت دهات شینگ دیدن نموده، برای هرچی زودتر برقرار کردن راه‌های ویرانگردیده و دیگر انشاءات مهم مسئولین را وظیفه‌دار کرد. تحت رهبری به واسطه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده، رهبران و متخصصان ساحه‌های دخلدار نخست راه‌ها را برای حرکت نقلیات و شهروندان برقرار ساخته، خط‌های کنده شده انتقال برق را وصل نموده، دهه‌های علاهیده را با نیروی برق و دیگر واسطه‌های ضروری تأمین نمودند. در جریان سفر کاری رئیس شهر پنجکند با ساکنان دهه‌های جماعت دهات شینگ صحبت و ملاقات‌های سریراهی انجام داد و اظهار داشت که در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند برای پورا برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. ساکنان نیز در نوبت خود مینندار از آن بودند که در این روزهای وزبین کناری آنها رهبریت شهر و مسئولین دخلدار همراه هستند. باید قید کرد که در جماعت دهات شینگ در موضع هفت کل راه خراب گردیده، برای حرکت واسطه های نقلیات از جمله سیاحان داخلی و خارجی مشکلات پیش آمد. با سپارش و اشتراک رئیس شهر پنجکند راه ها برقرار شدند و چندین مشکلات جای داشته حل خود را یافت.
در روزهای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی از طرف نمایندگان مقامات اجرای حکومت دولتی شهر پنجاکند، وکیل ولایتی و رهبریت جماعت دهاتی شینگ قبول شهروندان تشکیل گردید و برای بررسی و عملی نمودن درخواست های ساکنان جماعت شخصان مسئول دستور و سپارش های مشخص گرفتند. در جماعت دهاتی شینگ با سپارش رئیس شهر پنجاکند ستاد دائم و عمل کننده حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تأسیس یافت و فعالیت آن زیر نظارت قطعی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند قرار دارد. گزارش صبرینه اکرم و شهباز قربانوف و زرخونی نعمت‌الله. صبح سنه 24 ایونی سال روان تحت رهبری رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند جلسه هفتواری نظارتی برگزار کردید. در جلسه نخست مسئله کادرها بررسی گردیده منصورزاده عبادالله اجرا کننده دیرکتری اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان تعیین کرده شد. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجاکند توجه مسئولین را جهت برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی در جماعت های دهات که روزی گذشته روی داد، در پی بارشات در چند از جماعت های دهات روی داد، جلب نموده جهت برطرف کردن کمبودی ها مسئولین را وظیفه دار نمود. همچنین به مسئولان اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان سپارش داده شد فعالیت همه پایگاه های آبکشی زیر نظارت قرار داده شده منتظم پایگاه های آبکشی فعالیت نمایند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجاکند اوید به بررسی جدی مراجعات های شهروندان مسئولان را وظیفه دار نمود. با مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش جهت تقویت نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین جوانان، تعمیر و به فعالیت آغاز نمودن حوضی شناوری، تامین آب نوشاکی اهالی، تازگی شهر، به تعطیل تابستانه جلب نمودن خوانندگان مؤسسه های تعلیمی، وسعت کارهای کشاورزی، مسئولان دخلدار سپارش گرفتند.
همچنین در ادامه جلسه به رهبران کارخانه و تشکیلات هایی که در اساس امر رئیس شهری پنجاکند به جماعت های دهات مسئول وابسته کرده شدند سپارش داده شد. جهت پیشگیری شامل شوی اهالی به گروه های افراطی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی و کشتی تکراری سپارش های مشخص داده شد. همچنین در ادامه جلسه کمیسر حربی شهر آید آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان برای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حسابات داد و مسئولین دخلدار جهت سری وقت اجرا نمودن کمبودی ها وظیفه دار شدند. همچنین با معاونان رئیس شهر، بخش فرهنگ، شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر جهت در سطح بلند تجلیل نمودن روز وحدت ملی در همه جماعت های دهات و محله ها گذراندن چهارابینی های فرهنگی سپارش داده شد. در خاتمه جلسه پیشنهاد مقامات حفظ حقوق بررسی گردید. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجاکند جانباز نموده از رهبران تمام کارخانه و تشکیلات ها دعوت به عمل آورد. وظیفه و سپارش ها را با درک بلندی مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. با مقصد شناسایی با حجم زیانهایی که در نتیجه آفتهای طبیعی در قلمرو شهر و دهات پنجاکند به عمل آمد، در جماعت دهات وارو جلسه سیاری کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سغد برگزار شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در آغاز سخنرانی خویش باری دیگر با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سغد، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده برای دستگیری همه طرفه جهت برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی عرض سپاس کرد و همزمان تاکید نمود که امروز با اشتراک بی‌واسطه معاون رئیس حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سغد علیشر خالوف در جماعت دهات وارو ما تصمیم گرفتیم که جلسه سیار این استاد را برگزار نماییم. در این جلسه سردار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سغد در شهر پنجاکند امید میروف درباره حجم خسارات، زیانها و کارهای انجام داده شده گزارشی مفصل داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رهبریت ولایت سغد به همه آنهایی که در این جلسه اشتراک داشتند تاکید نمود که با مقصد سری وقت برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی از حساب معاونان رئیس شهر پنجاکند در سه جماعت دهاتی که بیشتر آسیب پذیر شدند استادهای دائم عمل کننده تأسیس یافتند و امروز فعالیت آنها با مرام ادامه دارد. در جلسه سیار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سغد در جماعت دهات وارو نقشه وظیفه‌ها برای هر چه زودتر برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی و پیشگیری چنین آفت‌ها معین و مقرر کرده شد. از طرف هیئت شخصی قسم مستقلی 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید با محافظت شهر پنجاکند با مقصد اجرای نقشه چوربینی های ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سغد و فرمان وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در انشاءات ساحه‌های اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ، بازارها، مرکزهای سودا، نقطه‌های خدمت‌رسانی، دیگر بخش‌های خواجگی خلق، سنجش‌های نظارتی گزارش شده. از روی نتیجه های سنجش های گزرانیده شده بنابر رعایت نکردن قاعده های بی خطری از حادثه های ناخوش ساختار نسبت به 15 نفر شخصان مسئول سند ها ترتیب داده شد.
اینچنین در دایره تشکیل ریدو سنجش ها و کارهای ترغیباتی میان اهالی و کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها در دوام سال روان در حدود شهر و دهاتی پنجکنت 9 عدد حادثه ناخوش ساختار از بی احتیاطی خود شهروندان و رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام استفاده تجهیزات برقی و گازی در منزل های استقامتی رخ داده است که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 2 حادثه کم به قید گرفته شد. در ادامه در این تدبیر با ابتکار مسئولین و اشتراک نمایندگان خدمات دولتی آتش نشانی شهر پنجکنت برای برطرف نمودن کمبودی و بلند برداشتن مهارت کسبی هیئت شخصی در بازار مرکزی شهر پنجکنت مشق مشترکی آتش نشانی با رمز عملیات مخصوص ساختار دایر گردید. در چوریبینی مذکور از جانبی هیئت شخصی قسمی مستقلی 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید به محافظت شهر پنجکنت با استفاده از تکنیکا و تجهیزات و قوه و واسطه های لازمه آتش شرطی با یک مهارتی بلند سری وقت خاموش کرده شد. در مشق مشترک دسته اختیاری بازاری مرکزی، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت، کارمندان یاری تجلی طبی و متخصصان شبکه‌های برقی شهر فعالانه اشتراک نمودند. در جریان عملیات مخصوص ساختار با مسئولین جهت برطرف نمودن کمبودی های جای داشته از جمله برای حرکت به مشکلی تکنیکی صحابی در حالت ضروری نگاه داشتن سپری آتش نشانی و آمادگی دسته اختیاری توصیه های سودمند داده شد. همزمان برای اشتراک فعالانه با اشتراکچان مشق مشترک سپاسنامه ها از طرف رهبریت قسم تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. رهبریت قسم مستقل 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید با محافظت شهر پنجکنت با تاجران بازار مرکزی اوید با پیشگیری از حادثه ناخوش ساختار و رعایت قاعده های بی خطری از ساختار کارهای فهموندهی انجام دادند. سنه 30 ایونی سال روان مسابقه فوتبال در لیگ یکم بین دسته های سرزمی شهر پنجکنت و دسته فایزکند ناحیه واسه ولایت ختلان در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکنت با اشتراک رئیس شهر عبدالخالق خالزاده، رهبران مقامات حفظ حقوق و دیگر نمایندگان و مخلصان برگزار گردید. مورد ذکر است که در این مسابقه فوتبالبازان شهر پنجکنت برتری خیش را نشان داده با حریفان خیش از دسته فایزکند ناحیه واسه با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردند. معاون رئیس شهر پنجکنت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده درباره این پیروزی و همزمان اشتراک بیشتری ساکنان شهر و دیهات پنجکنت در این مسابقه اندیشه هایش را چنین ارزیابی کرد. در حقیقت امروز یک بازی شوق‌آور بود و فوتبال بازان دسته سرز خیلی با مهارت بلند بازی کردند و در نتیجه غالبیت به دست آوردند. من از فرصت استفاده برده همه اعضایان دسته را به این غالبیت نوبتی مبارک باد میگویم و احترامانه خواهش میکنم که در آینده نیز با آن خیلی یک روحیتی بلند بازی کنند و از اون جمله از فرصت استفاده برده از شهروندان شهر دیهات پنجکنت مخلصان بازی فوتبال خواهش میکنم که در بازی های مینبعده فعالانه آمده اشتراک کنند در ورزشگاه. سردار مؤسسه دولتی فوتبال کلوبی سرز عادل بابایف تاکید نمود که مقصد و مرام ما باز هم تکمیل بخشیدن مهارت فوتبالبازان دسته سرزم است. دور دهم است که ما در چمپیونات لیگ یکم تاجیکستان اشتراک کردیم، دسته فایزکند ناحیه واسه را قبول کردیم. بازی خیلی با شدت گذشت. برای ما هر یک بازی از خود به مانند فینال می باشد. بازی 2-0 به فایده کماند سرز شد. از روی اطلاع سرمربی دسته سرز رحمت الله فضیلوف، آنها این سال تصمیم گرفتند که برای باز هم بلند برداشتن مهارت و استعداد فوتبال بازان تا
تدبیرهای زیادی را عملی سازند. همینطور این مسابقه با حساب 2-0 با فایده دسته سرز به شهر پنجکین جنبست کردید و ما امید میکنیم که در مسابقه های من بعدا دسته سرز به شهر پنجکین باز با کامیابی های کلان نائل خواهد شد. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم. و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری